برای من تعریف کنید اصلا اول چه اتفاقی افتاد؟ من تو استادیوم آزادی یه گروه اجاره کردم ورزشی. امادم میمد من کمک میکردم. آتا گلاش چای بود بفرمایید. روز شنبه اومدن داربست زدن. داربستایی که وصل بود به آنتن برق. پس این داربستا از برقی که مربوط بود به روشنایی بند. از اونجا اتصالی کرده بود به داربستا بند. پسر ما باشه بازی می‌کردن اینجا مثلا 5 میشه 6 بعد مغازه اون برق. میرن گوشه رد شه بچه‌سیه. همونجا خوشش می‌زنه. ایشون کسی هستش که یک ساعت قبل از اینکه این بچه نازنین رو برق بگیره و فوت بکنه برق ایشون رو هم میگیره. من دستم ناخودآگاه خورد به این داربسته، برق منو گرفت. من یکی از همکاران حراست مجموعه ورزش آزادی صدا کرد، بهش گفتم که این داربسته برق داره. گفت نه آقا برق نداره. گفتم میتونید امتحان کنید. من اصلا اینکه دستشون رو گرفتم به اون برق هم ایشون رو گرفت. ایشون هم برق گرفت. برق گرفت. من هیچ کاری نکردن دیگه. نه نه. اون آقا میتونست دو نفر رو بیاره اونجا مستقر کنه، نظر کسی نزدیکش بشه. اینم یکی از سهل‌انگاری ها بوده. منبعی اظهار نظر کرده بود که یه سهل‌انگاری مثل که از طرف خود پدر شده. اینا نگن چی بگن؟ شبی که بود تا ساعت 2:30 قاضی کم اومد اونجا، رئیس اداره برق هم اومد اونجا، امضا کردن که این برق داره. سهل‌انگاری پدر بوده. بس این چیه؟ من پسرم قربانی شد، ولی بیان این محصولا بیان خود رسیدگی کنن. قوره به نام من افتاد. خواهش می‌کنم اون بالا زیرزادها رو درست کنن. امروز که مراسم خاک سپاری بود از فدراسیون، وزارت ورزش و جای دیگه کسی واسه عرض تسلیت اومده پیشت؟ چقدر تلخه که ما بچه‌های به این شیرینی و اینقدر نازنین رو با سهل‌انگاری به همین راحتی از دست بدیم.